با 121 رأی تصویب شد. همکاران توجه داشته باشند، الان اصل 85 شدن اون به رأی گذاشته شده. اصل 85 شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تصویب شد. امروز 6 مرداد ماه در جلسه علنی مجلس با 121 رأی مثبت از طرف نمایندگان، طرح صیانت از حقوق کاربران وارد اصل 85 شد و این قضیه تصویب شد. اما اصل 85 یعنی چی؟ یعنی هر طرحی در مجلس برای اینه که از صحن علنی خارج بشه و در کمیسیون‌های تخصصی بررسی بشه وارد اصل 85 میشه. رأی گیری امروز حول همین موضوع بود. در نتیجه اون با 121 رأی مثبت، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و کمیسیون‌های تخصصی غیرعلنی بررسی خواهد شد. بعد از اینکه تموم بشه فرستاده میشه برای تایید. در صورتی که تایید بشه به عنوان یک قانون اجرایی میشه. اینطوری تا خبر اینی که بخواد تایید بشه یا نشه یا رد بشه دیگه ما هیچ اطلاعی از اون نخواهیم داشت. عواقب، مزایا، معایبش، تغییراتی که در اون میشه رو آگاهی نخواهیم داشت. حالا اینی که چه متخصصینی روی این طرح کار قرار بکنند مشخص نیست. چقدر از نتیجه نهایی اون سود یا ضرر خواهیم برد هم مشخص نیست. در پایان در جریان باشید که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هنوز تصویب نشده، بلکه طرح مذکور در کمیسیون فرهنگی بررسی شده و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس مستقیم به شورای نگهبان فرستاده میشه و در صورت تایید این طرح قانون اون اجرایی میشه. اینی که آینده آزادی دسترسی مردم به اطلاعات در اینترنت به چه صورتی باشه در حالی از ابهامه. اینی که سرنوشت پیام رسان‌ها چی میشه، شبکه‌های اجتماعی چی میشه در حالی از ابهامه. جایگزین بومی خواهند داشت؟ فیلتر میشن؟ دسترسی به اونها از لحاظ پهنای باند محدود میشه؟ قابلیت سرچ در موتورهای گوگل از بین میره؟ دسترسی به API های گوگل از بین میره؟ چه سرنوشتی در انتظار بیزینس‌های بزرگ و کوچک ایرانه؟ چه بلایی سر فضای مجازی در ایران میاد؟ همه در حالی از ابهام قرار داره. در هر شکلی، هر اطلاعاتی از این طرح بیرون بیاد، هرچه زودتر با شما اون رو به اشتراک میذارم و اون رو بازنشر خواهم کرد. برای آگاهی بیشتر و سریعتر خوشحال میشم این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. ارادتمند شما، احورانی هستم.